بینندگان عزیز و ارجمند سلام گرم و صمیمانه من و همکارانم در شبکه کلک ماور را پذیرا باشید رقابت شرکت های بزرگ غربی برای ورود به بازار ایران شرکت های عمده غربی این روزها در حال سفرهای پژوهشی و یا شناختی در زمینه فرصت تجارت خود در جمهوری اسلامی ایران هستند چندی پیش مسئولین شرکت های سازنده اتومبیل فرانسه از جمله پژو و سیتروئن اعلام کردند که در حال مذاکره با شرکت اتومبیل سازی جمهوری اسلامی ایران موسوم به ایران خود رو شریک قدیمی خود جهت همکاری جدید هستند ایرنا خبرگزاری رسمی ایران در این زمینه گزارش کرده که این مذاکرات برای از سرگیری همکاری بین این دو شرکت پس از قطع آن در سال 2012 به خاطر تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه تهران است. مذاکرات مزبور همچنین در خصوص تبادل فناوری جدید ساخت یک اتومبیل مشترک است البته شرکت اتومبیل سازی رنو فرانسه که رقیب شرکت پژو سیتروئن است حتی چند هفته جلوتر اعلام کرده بود که میخواهد مجددا فعالیت خود در ایران را آغاز کند البته فقط شرکت های سازنده اتومبیل فرانسوی نیستند که به سفرهای شناسایی به ایران که دارای 77 میلیون جمعیت است اقدام کردند آنگونه که نشریه وال جورنال نقل کرده مسئولین شرکت های سازنده تایر اتومبیل میشله شرکت مهم داروی سانوفی آونتیس و شرکت تلفن همراه اورنج فرانسه نیز در هفته های گذشته در هتل‌های در تهران در حال مذاکره با صاحبان صنایع ایران بودند مسئولین شرکت مخابراتی فرانسه نیز اعلام کردند که برخی از مدیران این شرکت در محل دست به بررسی در زمینه چگونگی آغاز فعالیت در این کشور زدند این در حالی است که مسئولین شرکت میشلن و سانوفی آونتیس حاضر نیستند که در خصوص تلاش خود در ایران توضیحی بدهند حتی در فوریه سال جاری یک هیئت اقتصادی از فرانسه که نمایندگان شرکت سیمانسازی لاپارژ این کشور نیز در آن حضور داشت به تهران سفر نموده بودند نمایندگان کشورهای دیگر هم تلاش میکنند تا تجارت خود با ایران را مجددا از سر بگیرند معروفترین آنها شرکت هواپیماسازی بوینگ آمریکا در آوریل گذشته بود دولت آمریکا به این شرکت اجازه داده بود که قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری بوینگ قدیمی این کشور را که شدیداً برای امنیت مسافران به آن نیاز است بفروشد البته شرکت بوینگ نیز حاضر نیست تا در خصوص چگونگی از سرگیری تجارت خود با ایران اظهار نظری کند دولت آمریکا ضمنا به شرکت جنرال الکتریک نیز اجازه داده تا 18 موتور هواپیماهای مسافربری خطوط هوایی ایران را تعمیر نماید البته این شرکت اعلام کرده که انجام این کار را به شرکت MTU Aero Engines آلمان واگذار نموده است. شرکت هواپیمایی مسافربری برای آستریا ایرلاین اتریش نیز پس از یک سال قطع پروازهایش به ایران از عواست ماه مارس گذشته مجددا پرواز خود به این کشور را از سر گرفته و پنج بار در هفته از بیان به مقصد تهران پرواز می کند. بر اساس گزارش پاره از روزنامه ها شرکت سازنده موتورهای کشتی فنلاند موسوم به وارد سیلانیز این روزها توسط نمایندگان خود در تهران به مشتریانشان خدمات می دهند. حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران حتی در ژانویه سال جاری در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با نمایندگان شرکت های غربی زیادی دیدار و گفتگو کرده بود. از جمله شرکت کنندگان در این دیدار عبارت بودند از رؤسای شرکت نفتی انی ایتالیا، شرکت توتال فرانسه، شرکت شل و همچنین بریتیش پترولیوم انگلیس. وزیر نفت ایران هم که برای آنها صحبت میکرد تاکید نمود که کشورش میخواهد روابط تجاری و همچنین همکاری فنی خود را از سر بگیرد. شرکت نفتی اتریشی OMV و همچنین شرکت ویتول که دارای مقر در ژنو و روتردام است نیز تلاش میکنند با صحبتهایی در سطح بالا در ایران مجددا تجارت خود با این کشور را آغاز نمایند این فعالیت ها از زمان توافق موقت به عمل آمده در نوامبر سال گذشته در ژنو درباره برنامه هسته ایران که طی آن پاره از تحریم ها تعدیل یافتن آغاز شده است. اینک شرکت های غربی تلاش می کنن تا در صورت تعدیل های بیشتر آمادگی لازم را برای ورود به بازار ایران داشته باشند. بینندگان عزیز و ارجمند از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزارم و اوقات خوشی را برای شما آرزومندم تا درودی دیگر بدرود